منم خدا سلام، سید مجید خورشیدی‌زاده هستم. جلسه چهارم از کار با پکیج آرپارس در پایتون رو در خدمتون هستم. خب تو این جلسه من مجدداً یه مثالی رو مثال در واقع جلسه گذشته میزنم و بعد توضیح میدیم که چطور میشه این کار رو انجام داد با در واقع آرپارس. خب یه تابه نوشتم تحت عنوان تابه arctest2.py که اگر هلپش رو ببینید گفته که یوزیجش به این صورته. یه دونه در واقع پوزیشنال آرگومنت داره که فقط میتونه از دو مقدار فیبو و ترای در واقع مقدار بگیره. اینجا هم گفته شده، ببینید گفته که، و یه دونه آپشنال آرگومنت داره که نام هست. خب حالا ببینید این قضیه این برنامه قرار چیکار بکنه. اگر من بگم که در واقع arctest2.py و بعد بگم فیبو، چون من فقط باید از فیبو انتخاب بکنم و تروی و بعد یک عدد بهش بدم، مثلا بهش بگم 3، این 3 عدد اول در دنبال فیبوناچی رو به من میده. ببینید خب ارورش چی هست؟ unrecognized. آها ببخشید 3 رو که چون آپشنال هست باید نامش رو هم بنویسم دیگه. خب نام 3، ببینید این 3 عدد دنباله اول فیبوناچی، مثلا نام بدم 5 یا بدم 10 میشه 1 1 2 3 5 8 13 الی آخر. فیبوناچی رو میدونید دیگه، هر عددی دو عدد اولش فیکسه، 1 و 1 فیکسه و اعداد بعدی هر کدوم مجموع دو عدد قبلی هستن، یعنی 1 و 1 میشه 2، اینجا 2 اومده، 1 و 2 میشه 3، 2 و 3 میشه 5. به هر کدوم که میخواید در واقع بعدی رو بسازید دو تای آخر با هم جمع بکنید میشه بعدی. و مورد بعدی هم گفته که حالا try در واقع این دنباله عدد مثلثیه و اگه من مثلا بگم که try 5 رو بده، 1 3 6 10 15. حالا من عدد مثلثی رو اینجا بگم چی هستن. ببینید این یک، مثلا ما میگیم یه دونه خود یک، اینو حالا الگو رو ببینید، اینو من کامنت بکنم و بعد اینو در نظر بگیرید، یک اینجا، یک مثلا اینا رو، یک و یک، خب مجددا حالا اگه من اینا رو کامنت بکنم همه رو شد بهتر. خب ببینید این یه دونه عدد یک، این با سه تا یک مثلث ایجاد کرده، این اینا رو اینجوری اومده ایجاد کرده یه مثلث و اینا باز یه مثلث بزرگتر. و حالا چند تا یک تو اینا میبینید؟ تو این یه دونه یک میبینید، تو این سه تا میبینید. ببینید اینجا سه تا، تو بعدی 6 تا باید ببینیم، 1 2 3 4 5 6 اینجا نوشته شده. اینجا ببینید تو این قسمت سمت راست اولی یک، بعدی 3، بعدی 6، بعدی 10. الان من تو این مثلث بزرگه تو اینجا باید 10 تا یک ببینم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 تا. حالا الگوش چیه؟ خیلی راحته. ببینید این چند تا یک توشه؟ یه دونه، چون یه سطر داره. این چند تا یک توشه؟ چون دو تا سطر داره، سطر اولش یه دونه یک داره، سطر دومش دو تا یک داره، پس مجموعش میشه 3 تا. بعدی سطر اولش کلا این مثلث ما 3 تا سطر داره، سطر اولش یه دونه یک داره، سطر دومش دو تا یک داره، سطر سومش 3 تا یک داره، پس میشه مجموع عدد 1 تا 3. بعدی میشه 1 2 3 و 4، درسته؟ به این مجموعه میگن مجموع عدد مثلثی. خب پس الگو رو فهمیدید، اگر بخوام تولیدش بکنیم من باید اول 1 رو بذارم، بعد 1 علاوه 2، بعد 1 علاوه 2 علاوه 3، بعد 1 علاوه 2 علاوه 3 علاوه 4 و الی آخر. خب حالا مورد بعدی که میخوام تو این توجه بکنید، ببینید اگر من فقط بگم با try به من بده، بازم 5 تا رو به من میده. در واقع برای مقدار نام من یه مقدار دیفالت 5 تعریف کردم، یعنی حتی اگه بگم
در واقع فیبو رو هم بهم بده و نام رو تعیین نکنم، خودش 5 تا به من میده. خب توی این مسئله یه سری مواردی هست که احتمالاً براتون جدیده و اونها یکیشون عبارت است اینه که در واقع شما بتونید از یه مقدار خاص برای یک آرگومان مقدار بدید. الان ببینید، من اگه به جای فیبو بنویسم مثلا چه میدونم نمیدونم مثلا فرض کنید فوری مثلا اینو بزنم، به من میگه که فوری به درد من نمیخوره. از همین دوتا مقدار فیبو و تریانگولار در واقع بیا مقدار بده، همون تریانگولار. خب پس این یکی مقدار تعریف یک بازه برای محدود کردن مقادیری که آرگومان میتونه بگیره و دوم هم تعریف یک مقدار دیفالت برای یک آرگومان. خب بریم سراغ کد نویسی. من اینا رو پاک کنم. خب میدونم که آرگپارس رو نیاز دارم، پس آرگپارس رو اضافه میکنم، یه تابع مین ایجاد میکنم، تو تابع مینم یه پارسر ایجاد میکنم از کتاب خونه آرگپارس از جنس آرگومنت پارسر و به پارسرم من میخوام دو تا آرگومان اضافه بکنم، اد آرگومنت، دو تا آرگومان میخوام اضافه بکنیم، یکی آرگومنت تایپ و که نوع در واقع این فیبو رو میگیره و دیگری آرگومان نام. خب تایپ رو فعلا اینجا بذاریم و یکی هم پارسر دات اد آرگومنت یه نام میگیره که تایپش از نوع اینت هست و اینکه مقدار پیش فرض داره، حالا اینو اینجا بگیم یه دیفالت تعریف میکنیم و اینو میذاریم مثلا 5. این دیگه اگر نباشه، ببینید دقت بکنید، اصلا من اینو نذارم، اینو نذارم، خب این فعلا نذاریم و اد آرگومنت تایپش رو هم من میخوام بگم که اینها جدیده. ببینید از choices مساویه با یه رشته بهش بدم فیبو و یه لیست بهش بدم ببخشید و try. این کاری که اینجا کردم، من بهش گفتم choices مساویه با مقادیر مساویه با یه لیست بهش دادم. خب حتی این تایپ رو هم میتونم بهش بگم که choices مساویه با مثلا، چون این عددیه، بگم رنج مثلا 10، فقط تو رنج 10 مقدار بگیر. خب و مرحله بعدی پارسر دات در واقع پارس آرگز هست که برای من بخونه و بریزه توی آرگز و اینجا هم بذارید من پرینت کنم آرگز رو. خب این متد تابع من نوشته شد، تابع مین. خب بریم سراغ در واقع اگر نیممون مساوی مین بود، مین رو اجرا کنیم، اینو سیو بکنم و بیایم اینجا بگیم که خب اولین هلپش رو به ما بده. ببینید برای نام میگه مقدار 0 تا 9 وجود داره، برای تایپ هم در واقع فیبو و ترای وجود داره. با این کاری که کردیم اینو انجام دادیم. خب الان اگه من اینو اجرا بکنم و همینطوری بدون آرگومان اجراش بکنم، یه خطا میگیرم و خطای من ناشی از چیه؟ ناشی از عدم مشخص کردن تایپه، چون تایپ در واقع یک پوزیشنال آرگومنته. به من میگه یه آرگومانی نیاز داری به اسم تایپ که مشخصش نکردی. خب من اینو مشخص بکنم، مثلا بگم فیبو. اولا که دقت بکنید، اگه بگم فیبو 1 میگه که نه، فقط فیبو یا ترای. پس فیبو رو بهش بدم، پرینت که بکنم، در واقع اینتر که بکنم، ببینید مقدار نام من مقدار نان داره، یعنی توش هیچی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه من هیچی نزدم دیگه، نام رو مشخص نکردم و تایپم هم شده فیبو. اما اگر توی نام اینجا بیام یه مقدار دیفالت هم بهش بدم، مثلا بگم مثلا 5 و بعد سیوش کنم و اینجا دوباره همون دستور اجرا بکنم فقط با فیبو، ببینید این سری نام مقدار 5 گرفته دیگه، مقدار نان نیست، درست شد؟
نام مقدار 5 رو داره. چرا؟ با اینکه من نام رو مشخص نکردم، اما چون اینجا دیفالت 5 گذاشتم، اینجا 5 رو برای من گذاشت. خیلی خب اوکی. پس حالا کافیه که من بیام بگم که n من میشود args نقطه نام، نام رو بخون و تایپ رو هم بذارم در واقع بگم مثلا tp تایپ مساوی با args dot type، این رو هم برای من مشخص بکنه. حالا اگر tp مساوی با fibo هست که بگیم که print کنیم مثلا fibo n رو elif tp مساوی با try هست که باید پرینت کنیم try در واقع n با n تا در واقع بریم یه دنباله try و fibo. حالا بریم بالاتر توابع fibo و این فعلا پس و یکی هم برای def try n رو به عنوان آرگومان ورودی بگیره و فعلا پس. خب ببینیم حالا من باید چیکار بکنم؟ من باید تابع فیبو رو که این رو میگیره بنویسم. برای نوشتن تابع فیبو حالا روش‌های مختلفی برای نوشتن دنباله فیبوناچی وجود داره، اما یه راه حل خیلی ساده‌ش اینه که من یه متغیر آصف تعریف بکنم، یه متغیر آ1 تعریف بکنم، یه لیست تعریف بکنیم خالی و بعد بگم که به ازای هر آی در رنج در واقع انتا، چون انتا عدد میخوام ایجاد بکنم، بگم که بیا و در واقع به ال اپند کن آ صفر رو. خب آ صفر رو و هر بار که یک رو اضافه کردی آ صفر و آ یک رو بروز کن. آ صفر و آ یک بشود آ یک و آ صفر به علاوه آ یک. یه خورده شاید براتون گیج کننده باشه اما کار میکنه. ال رو ریترن بکنم. خب همینو فعلا اجرا بکنیم. تابع فیبوی که من نوشتم بذارید بریم اینجا یه CLS بزنیم. خب بگم فیبو اجرا بکنم ببینید 1 1 2 3 5 با 5 تا مقدار داره میده، درسته؟ اگر بیشتر بگم صدا بزنم، مثلا بگم با 10 تا به من بده، به من میگه که ارور مقدار 10 رو نمیتونی بدید چون برات مشخص شده فقط بین 0 تا 9. خب اگر 9 بهش بدم برای من چه مشکلی داره؟ آها فیبو نام باز دوباره مشکلی که داشتیم. خب 9 تا از ترمای سری فیبوناچی رو به من میده. اگرم صفر بدم که خب هیچی به من بر نمیگردونه. ببینید اوکی، فعلا دستور try رو ما عملا تا به try رو من هیچی ندارم، هیچی به من بر نمیگرده چون اینجا try رو ننوشتیم. خب تا به در واقع try هم گفتیم قراره مثلا اگه یک باشه فقط یک رو برگردونه، بعدیش میشه یک و دو، یک و دو و سه، یک و دو و سه و چار. پس من بگم که یه ال ایجاد بکنه. خب بگیم که بیاد و اینو بگیریم خالی و بعد بگیم که for i in range در واقع n، بیاد هر بار اعداد در واقع مثلا اگر ترم n-م رو ترم سوم رو بخوام جمع محاسبه کنم بعد عدد 1 2 3 رو بزنم دیگه. پس من میتونم بگم سام رنج اعداد 1 2 3 میشه سام رنج در واقع آی به علاوه 1، این رو حساب بکن و ال دات اپند این مقدار. خب و در نهایت هم بگم ریترن کنه ال رو. این باید کار بکنه فکر میکنم. ببینیم ترای مثلا 5 خب 0 1 3 این 0 رو نباید داشته باشه دیگه، در واقع باید بگه 1 3 6 10 اگر طبق اون مثالی که گفتیم
صفر رو اگر نخواد داشته باشه اینجا کافیه که از یک شروع کنیم دیگه، درسته؟ خب یک سه شیش ده، اینجا هم در واقع داره چهار تا میده به من. خب اینجا هم باید بعد دیگه از یک شروع کنیم تا یکی بیشتر از این. یک سه شیش ده پونزده، درسته؟ اگر ببینید ما چهارتا رو که دیدیم ده، بعدی پونزده، میتونیم تست بکنیم. ببینید قرار شد که اینجوری باشه دیگه، پنج تا سطر داره، یه همچین چیزیه دیگه، درسته؟ سطر اولش یکیه، سطر دومش دوتا، سطر سومش سه تا، چهار تا، پنج تا، مجموعش میشه یکه برابر دوه برابر سه برابر چهار که میشه ده، ده و پنجم پونزده که مقدار پونزده برای ما چاپ شد. اوکی، خب برگردیم یه مرور بکنیم چیا گفتیم. اول اینکه ما گفتیم که ما برای یک مقدار در واقع آرگومانی که آپشنال هست مثل نام، اومدیم یه مقدار دیفالت تعریف کردیم، این رو تازه یاد گرفتیم. دوم این که برای مقادیرمون چه آپشنال چه پوزیشنال ما از چویسز استفاده کردیم و تونستیم در واقع رنج بدیم به در واقع کاربر رو محدود بکنیم در وارد کردن اون مقادیر. خب مورد دیگه‌ای ببینم که فقط اونم در واقع بذارید بگم که دیگه این جلسه ببندیم. ما مورد بعدی که تو جلسه قبل اگر یادتون باشه من فرض کنید که بگیم parser dot add argument، بگیم که خب یه میخوام یه مقداری رو مثلا بگم که file و مثلا بگم که بذارید حالا چی بگیم، بگیم مثلا سیو. خب و ما گفتیم که سیو دیگه نمیخواد مقدار داشته باشه. حالا میتونه اینجا مثلا من بگم که سیو کنه توی جلوش فایل بدم. ببینید هدفم چی هست، اینجا توضیح بدم. فرض کنید من میخوام اینجا پایتون arg test 2.py try و نام 5 بگم سیوش کن مثلا تو فایلی مثلا به اسم مجید.txt یا مثلا fibo.txt مثلا، یه همچین چیزی اگه بخوام بگم که حالا نتیجه رو من نشون نده ببر بریز توی fibo.txt. اگر اینو اگه یادتون باشه اگر من سیوون فقط اینجوری بدم باید برای این آرگومان اکشن تعریف میکردم، میگفتم اکشن مساویه با حالا اونجا گفتیم که store true. خب حالا در مورد این، اولا که به صورت پیشفرض این مقدارش استوره، یعنی اگر چی ندید استوره و چی رو استور میکنه، چی رو ذخیره میکنه، عددی که بعد از آرگومان میاد. خب در این حالت انتظار داره که شما وقتی سیو میزنید پشتش یه مقداری رو بدید، حالا اون مقدار رشته میتونه باشه، هر چیزی میخواد باشه باشه، حالا فعلا کارش نداریم، ولی یه مقداری باید بیاد که اون مقدار رو استور میکنه توی نیم اسپیستون، توی اینجا ببینید مثلا توی اینجا یه چیزی تعریف میکنه تحت عنوان سیف و اون مقداره رو توش ذخیره میکنه. اگر استور ترو بزنید خب مقدار ترو رو اگر فقط سیف رو بدید دیگه مقدار از شما نمیگیره و ترو رو اونجا چیز میکنه. اگر فالس بزنید، اگر اون پارامتر در واقع داده شد، اون آرگومان داده شد، مقدار فالس میشینه تونه اون. میتونید اینجا در واقع اپند کنید که حالا بذارید برای این که من این مثاله رو کامل تر کنم اینو سیو بکنم و یه دونه دیگه فایل ایجاد بکنم و سیوش کنم توی حالا مثلا تست آرگ 3.py نوع پایتون دیگه باید انتخاب بکنم که حالا فکر میکنم میگه اونم مهم نیست، ولی خب پایتون سیوش بکنیم. خب
من اجازه بدید که برم از این برنامه همون همینو کپی بکنیم بیارم اینجا. خب آرک پارس رو میخوام، این فیبر رو نمیخوام، ترای رو نمیخوام و اینجا هم بیایم اینا رو بردارم، همون پرینت آرکس باشه. خب حالا من میخوام اینجا ببینید چند تا میخوام متقاعدی در واقع آرگومان تعریف بکنم. مثلا آرگومان نام رو، خب که میخوام در واقع بگم که یا آرگومان فرست رو فرض کنیم، میخوام اکشنش رو مساوی قرار بدم با استور فالس. خب حالا همینو اگر بزنم ببینید چه اتفاقی میفته. بیایم اینجا CLS بزنم. خب بریم بگیم پایتون تست آرگ، هلپش رو هم بده تست آرگ، ببخشید تست آرگ 3، تست آرگ 3 دات پی وای. هلپش اگه بهم بده در واقع میگه فقط یه دونه فرست داری. خب پس من بهش بگم فرست، اولا که اصلا هیچی ندم، بذارید فرست هم بهش ندم، نیم اسپیس من میشه فرست و مقدار ترو توش سیف میشه. ببینید من اکشن زدم استور فالس، اگر دیدیش فالس رو استور کن، در غیر این صورت خب ترو میشه دیگه. من اینجا بگم اگر در واقع تست آرگ 3 و بعد بگم فرست رو ببین، فرست آرگومان فرست رو بهش بدم، اگر اینو بدم چون میبینتش میره توی نیم اسپیس، مقدار فرست رو میکنه، اینو بد زدم اف آی بد زده، اینجا آر اس تی سیوش بکنم و اینجا هم فرست رو ببینه مقدار فرست رو میذاره فالس. خب پس این اکشن استور فالس. خب میتونیم یه دونه دیگه بزنیم و بهش بگم که در واقع اپند کنه. خب اینو ببینید اگر بخواد اپند بکنه چیکار میکنه. من میام اینجا اینم بزنیم، مثلا بگیم که کورس. خب یه درسای مثلا فرض کنید که من میخوام بشم، اینو بگیم کورس 5، دوباره بدم کورس 6، دوباره بدم کورس 7، سه بار بدم، ببینید چه اتفاقی میفته. مقدار کورسه 5 و 6 و 7 رو ریخته توی لیست، به هی هر بار اپند میکنه به یک لیستی. حالا اگر اینجا هم بگیم که تایپش مساوی با اینت باشه دیگه اینجا هم نمیاد به صورت در واقع تایپش به صورت اینتیجر باشه، ببخشید اینجا هر بار لیست رو بر من میسازه اعداد اینتیجر میسازه 5 و 6 و 7. پس ببینید مقدار اپند رو هم دید، اکشن اپند رو هم داریم. مقدار دیگه ای که مثلا میتونید استور کانست بزنید، خب من اینجا فرض کنید بگم که یه متغیر دیگه مثلا سکند بذارم، سکند و اکشنش رو بذارم استور کانست و بعد مقدار کانست رو باید بهش بدم، کانست مساوی با مثلا 10 فرض کنید. خب حالا اگر اینو سیو بکنم، اینو اجرا بکنم، بیایید به جای این بدیم سکند. خب اگر اجراش بکنم ببینید مقدار سکند میشه 10، دوبارم کورس ایجاد کردم پس کورس من میشه 5 و 6، چون فرست رو هم ندیده مقدارش میشه ترو. خب این هم از در واقع بحث در واقع اکشن که میخواستم
تکمیلش کنم که بدونید که به چه صورته. خب امیدوارم که از این در واقع دنباله ویدیویی که توش بحث آرک پارس رو مطرح کردیم استفاده کرده باشید. تقریبا سعی کردم تمام مواردی که در آرک پارس وجود داره، حالا همش که نه طبیعتاً، ولی تا جایی که هم مخاطب گیج نشه، حالا هم مواردی باشه که ضروری تر باشه گفته بشه. چنل من رو در یوتیوب سابسکرایب بکنید تا از ویدیوهای بعدی که منتشر میشه مطلع بشید. و صحبت دیگه ای نیست، امیدوارم که استفاده کرده باشید. خدا نگهدار.